بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، سلام همه دستندرکاران مجله اجتماعی اقتصادی رو خدمتتون عرض می‌کنم. برنامه امروز مجله رو در ابتدا با گزارشی از تجمع و اعتراض بازنشستگان کشوری شروع می‌کنیم و بعد از اون گزارشی داریم از رکود و تعطیلی کارخانجات. همچنین پایان بخش برنامه اختصاص داره به مقاومت مردم در مقابل سرکوب. بعد از دیدن مهمترین اخبار اجتماعی اقتصادی به دیدن این گزارشات می‌ریم. پنج هزار شاغل در مراکز اسقاط خودرو بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، امروز مراکز اسقاط خودرو در وضعیت بحرانی قرار دارند و این مسئله اشتغال هزاران نفر از کارگران و پرسنل این مراکز را به خطر انداخته است. به صدا درآوردن زنگ این بحران کار آسانی نیست، چرا که صحبت از بیکاری هزاران کارگر مراکز اسقاط خودرو است. در سه ماهه اخیر صدها کارخانه بازیافت و مرکز اسقاط خودرو تعطیل شدند و کارگرانشان را به خانه فرستادند. کارگرانی که در مراکز اسقاط خودرو در سراسر کشور کار می‌کنند بین 4 تا 5 هزار نفر برآورد شدند. با در نظر گرفتن خانواده‌های این کارگران ارزیابی شده است که زندگی و معیشت حدود 15 هزار نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه 6,482,215 تومان. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای رژیم اعتراف کرد هزینه های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین 574,000 تومان افزایش یافته است. به عبارت دقیق تر، سبد خانوار در اردیبهشت ماه 98 به نسبت اسفند 97 72.43% جهش قیمتی داشته است. این کارگزار رژیم اعتراف کرد کارگران در اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن زندگی یومیه به 2,722,000 تومان بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند و به این ترتیب هزینه های زندگی در اردیبهشت از مرز 6,400,000 تومان گذشته است. وضعیت اسفناک کسبه پل دختر بعد از سیل. حمید مرادپور، معاون عمرانی استانداری رژیم در لرستان، درباره واحدهای صنفی خسارت دیده این استان گفت دولت برای کسبه و بازاریان که منبع درآمدشان را از دست دادند تا کنون هیچ اقدامی انجام نداده و 1600 واحد تجاری از سوی کارشناسان مربوطه در سطح استان تعمیری و احداثی اعلام شده که از این تعداد 80 واحد در شهرستان پل دختر و 25 واحد در شهرستان معمولان هستند. به نظر می رسد بازاریان و کسبه شهرستان پل دختر امروز در کنار مصیبت سیل غم از دست دادن شغل و منبع درآمدیشان را هم دارند و با حجم انبوهی از مشکلات روبرو هستند تا هم ویرانه های سیل را بازسازی کنند و هم رونق دوباره‌ای به کسب و کارشان ببخشند. وجود 91 میلیارد دلار خانه بی استفاده در ایران. به این آمار دقت کنید. 25,412,000 خانه که تنها 22,830,000 واحد آن دارای سکنه است. نتیجه می شود 2.58 میلیون خانه خالی که البته باید 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی عمدتاً با عنوان خانه های ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل 6 ماه سال بلا استفاده است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه می شویم 4.7 میلیون خانه مازاد و حدود 91 میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی است. نرخ خانه های خالی در ایران 11% و تهران 13% است که باید حدود نیمی از این تعداد وارد بازار مصرف شود. شایان ذکر است خیلی از خانه های ویلایی و خانه های غیر مسکونی متعلق به آقازاده ها و باندهای مافیایی مسکن همین رژیم کنونی است. در روز سه‌شنبه 28 خرداد ماه بار دیگه بازنشستگان کشوری در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برپا کردند. بازنشستگان همونطور که بارها اعلام کرده بودند هرگز از گرفتن حق و حقوق خود کوتاه نخواهند اومد.
در یکی از پلاکارت‌هاشون نوشته شده بود اگر یک بار جا بزنید تبدیل به عادت میشه، هرگز تسلیم نشوید. از این تجمع اعتراضی گزارش تهیه شده که به دیدن اون میریم. بار دیگر صدها تن از بازنشستگان کشوری در روز سه‌شنبه 28 خرداد در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالباتشان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و آنها شعار می‌دادند بازنشسته می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. صدای فریاد این زنان و مردان که سالیان زندگی خود را در خدمت به مردم گذرانده اند حاکی از درد و رنجی است که گستره آن 80% جامعه ایران را فرا گرفته است. به راستی چه چیز این مردان و زنان سال خورده را در این گرمای طاقت فرسا به خیابان‌ها کشانده است؟ در تنین صدایشان میتوان فریاد اعتراض بیکاران، زباله‌گردها، کودکان کار، بی‌خانمان‌ها، کولبران کردستان، سوختبران سیستان و بلوچستان و مردمان دردمند مناطق سیل زده را در چارسوی ایران فرق زده شنید. فریاد فریاد از این همه بیداد. تا زمانی که حاکمیت غارتگر ولایت فقیه اموال مردم ایران را خرج جنگ افروزی هایش می کند، فقر و فاقه از سر و کول مردم ایران بالا می رود. آش وعده های دروغ روحانی و دولت دست نشانده خامنه ای آنقدر شور شده است که روزنامه حکومتی وطن امروز روز 8 خرداد 98 نوشت دولت وعده بیعمل به بازنشستگان و کارمندان خود داد، چرا که قرار بود در سال جاری 20% به حقوق شاغلان افزوده شود، اما فقط 10% افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت 1398 برابر 34.2% است. پس بازنشستگان حق دارند که به صورت خامنه‌ای توف کنند و شعار بدهند جنگ افروزی رو رها کن، فکری به حال ما کن و دشمن ما همینجا. از شعار رونق تولید 3 ماهه که میگذره. البته بر همگان روشن بود که این شعار فقط سرپوش گذاشتن بر رکود اقتصادی در سال 97 و یک فرار به جلو در سال جدیده. حالا بعد از این مدت روزی نیست که گزارشی از تعطیلی و رکود کارگاه‌های تولیدی و کارخونجات در رسانه‌ها پخش نشه و کارگزاران رژیم ناگزیر زبان به اعتراف باز نکنند.
به گزارشی در همین رابطه توجه کنید. در حالی که خامنه‌ای در سخنرانی ابتدای سال خودش بادی به غبغب انداخت تا قیافه یک فرد اقتصاددان به خود بگیرد و سال جدید را سال رونق تولید نامید، هنوز در پایان فصل اول سال بادکنک دروغ پردازی ها و گندگوی هایش ترکیده است. از جمله روز شنبه 25 خرداد 98، احمد توکلی، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت آخوندی، اعتراف کرد که از ابتدای سال گذشته تا پایان زمستان 97، طی 9 ماه 744,000 کارگر بیکار شدند که این وضعیت را وخیم کرده است. با این روند بیکاری و تعطیلی کارخانه ها که فقط بخش ناچیزی را این کارگزار رژیم به آن اعتراف می کند، وارد سال 98 شدیم. حال 3 ماه از دود و دم شعار رونق تولید گذشته است. ببینیم کارگران و کارخانه ها الان در چه وضعیتی هستند. روز جمعه 24 خرداد 98، 55 کارخانه آسفالت تعطیل شد. رئیس انجمن آسفالت از تعطیلی 80% کارخانه های تولید آسفالت در 2 استان تهران و البرز خبر داد. وی گفت از 65 کارخانه فعال در صنعت آسفالت، کمتر از 10 کارخانه فعال است و بقیه کارخانه ها بیش از 2 سال است که هیچ فعالیتی ندارند. این مجموعه کارخونه شناسه دقیقاً الان 2 سال تعطیله. چقدر سرمایه اینجا مثلا خوابیده که مجموعه اینجا حدود با ماشینالاتشون حدود 150 میلیارد تومانه. الان از این 65 تا کارخونه در مجموع اگر شما بخواید بررسی بکنید، شاید 10 تاشون هم فعال نباشن. هر سال ما به طور متوسط 7 دونه کارخونه ریزشی داریم. پرسنل مستقیمی که توش داره با خانوار خودشون که مستقیماً عایداتشون از محل صنعت آسفالت برداشت میشه، حداقل توی این 2 استان 20,000 نفره. پنجشنبه 19 اردیبهشت 98، مونسان، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان گفت تا انتهای پاییز سال گذشته 113 واحد تولیدی به ارزش 4700 میلیارد تومان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌هایی که از بانک گرفته بودند به تملک بانک‌ها درآمدند. به بیان دیگر 140 واحد با ارزش 6000 میلیارد تومان به چرخه تولید باز نمی‌گردند. شنبه 11 خرداد 98، مطابق اخبار دریافتی در ایران، به دلیل بیکفایتی و سیاست‌های چپاولگرانه رژیم آخوندی 250 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی بیکار شدند. آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت از مجموع حدود 550 هزار نفر نیروی کار مشغول در صنعت قطعه‌سازی، اکنون نزدیک به 300 هزار نفر آنان باقی ماندند و اگر به داد این صنعت نرسیم، همین تعداد نیز طی چند ماه تعدیل یا بیکار می شوند و همه سرمایه گذاری های انجام شده در این صنعت طی سالهای گذشته از دست خواهد رفت. کشور ما تو برنامه 20 سالش این بود که امسال بتونه حدود 35 میلیون تن کنسانتره صادر کنه که متاسفانه به دلایلی، حالا نمیخوام بگم تحریم، عدم مدیریت، باعث شده که ما تولید کنسانترمون توی کشور برای صادرات حدود 12 میلیون تن باشه. منابع عمده تامین مواد اولیه 70% خارجی و 30% داخلیه. به طور مثال کاغذ که یکی از بزرگترین کمبودهای کشوره، چه در قسمت چاپ و چه در صنعت سلولوزی. به عنوان نمونه شرکت ما به مدت 1 هفته به خاطر نبود نوار سیلیکون تعطیل شد. تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران در حالی است که حتی کارگران شاغل هم حقوقشان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و بنا به اعتراف همین کارگزار رژیم، کارگری که پارسال 1,350,000 حقوق می گرفت، در پایان سال
قدرت خریدش 650 هزار تومان شد. آیا دولت حقوقش را امسال دو برابر کرد؟ نه، هرگز این کار را نکرد، چون منفعت رژیم آخوندی در غارت 14 میلیون کارگر بود و فقط به 1,500,000 افزایش داد که معنای آن چیزی نیست جز غارت 2/3 حقوق کارگران بر مبنای خط فقط 6 میلیون تومانی. این روزها رژیم درمونده ولی فقیه که با موج اعتراضات مردمی روبروه و عاجز از هر گونه پاسخگویی به مطالبات مردمه، چاره جز فشار و اختناق بیش از گذشته براش باقی نمونده و هر روز به هر بهانه‌ای به سراغ مردم کوچه و بازار میره و به ضرب و شتم و دستگیری مردم میپردازه. اما مردم در مقابل این وحشیگری‌های قرون وسطایی جانانه میستن و از خودشون دفاع میکنن. به بخشای از این مقاومت مردم توجه کنید. این روزها مردم در مقابل نیروهای رسمی و لباس شخصی بسیجی رژیم ضد بشری از حق و حقوق خودشان کوتاه نمی آیند و در مقابل زورگویی بسیجی ها و یا مزاحمت های مختلف پاسخ های دندان شکنی می دهند. مزدوران آتش به اختیار خامنه ای که در هر نوع وحشیگری دستشان بازگذاشته شده در برابر سد سدید مقاومت اجتماعی آنقدر ضربه خورده اند که روزنامه حکومتی ابتکار روز 25 اردیبهشت 98 اعتراف کرد. تجربه هم ثابت کرده برخوردهای سلبی راهی به جایی نبرده است. ایجاد گشت‌های ارشاد و غیره از جمله اقداماتی بود که هیچ کمکی به رفع پدیده بدحجابی نکرد. در این تصویر هم برخورد وحشیانه ماموران را با یک گروه نوازنده می‌بینیم که حین نواختن این گروه جوان از پشت سر صندلی‌های این گروه را می‌کشند که با اعتراض مردم در صحنه مواجه می‌شوند. گشت ارشاد داره دختر رو میبره، مردم نمیذاره. مردم با بوق دارن نشون میدن. در یک نمونه یک بسیجی مزدور به بهانه بی‌حجابی در مقابل مقاومت این خانم اقدام به زدن گاز فلفل می‌کند تا به این وسیله این خانم را ساکت کند، ولی باز هم نمی‌تواند. خود شماهایی که اعتراض مردم را نمی‌بینید، معدلتون شده 85% و بدبختا بدبختا خون مردم را کردین تو شیشه. بدبختا بدبخت تویی که نمیتونی. اینها نمونه هایی از غلیان اجتماعی روزمره علیه سرانگشتان سرکوب و غارت رژیم آخوندی در جای جای میهن است. دیر نیست که این غلیان ها
به شعله های آتشفشان قیام مردم ایران بپیوندد و دودمان دیکتاتوری ولایت فقیه را برباد دهد. امیدوارم تونسته باشیم گوشه هایی از عملکردهای حکومت آخوندی رو در گزارشاتی که دیدید نشون داده باشیم. بیشک تداوم قیام ها و اعتصاب ها تنها راه برون رفت از این جهنم آخوندی در میهن اسیرمون ایرانه. به امید فردایی بهتر تا برنامه دیگه و دیداری مجدد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پیروز و سربلند باشید.